از قدیم معمول بوده اون داستان. گفت آقا سرقت چیز بدی است، در تمام جهان سرقت چیز بدی است، اسمشو میذاریم غنیمت. آقا میگیم خداوند فرموده، کاری نداره که. تجاوز به دختر مردم کار درستی نیست، شما حمله بکنید اینا میان دفاع کنن، زناشونو بگیرید، اسمشو میذاریم کنیز، خداوند فرموده. با کنیز هر کار میخواهید بکنید. آخوند شما شکنجه میکنید، ما ابدا شکنجه نداریم، در اسلام ما تعذیر داریم. خب تعذیر چیکار میکنید؟ میشه شلاق بزنید، چون خداوند فرموده ای که شکنجه نیست، این تعذیره. خب شکنجه کردن همین نتیجه فرق میکنه. کشور ترکیه مشکل داره با کردا. مدت ها بود میگفت که اینا کی هستن، میگفتن اینا ترکای کوهستانی هستن، ترکای کوهستانی. به کردای ترکی میگفتن کردای ترکای کوهستانی. این مغلطه لغوی هست، خیلی هم رایجه، همیشه هم رایج بوده. ارتش هیتلری وقتی رفته، عرض میکنم که استالینگراد، اونجا هیتلر گفته برین تو استالینگراد، گفتن آقا ما رو دارن محاصره میکنن روسا، نه برین تو. از امروز اسمش میذاریم فورترس استالینگراد، یعنی دژ استالینگراد. این دیگه شهر استالینگراد، این دژ. با این دژ استالینگراد، دژ استالینگراد مدتی سر مردم آلمان رو بند کرده بودن که بله ما تو دژ نشستیم، از دژ داریم دفاع میکنیم. داره که شهر استالینگراد دو شهر روسی بود، شوروی چه ربطی داشت به دژ؟ دژ استالینگراد. جیبوری اسمش از خمس. خمس اینی که شما بری زحمت بکشی من مفتخور آخوند یک پنجمشو بگیرم بخورم. آقا این که دوزی نیست، این که جیبوری نیست، این باجگیری نیست، اسمش خمس است. اسمش که شد خمس یعنی جیبوری مقدس. همونطور که سرگردن گرفتن و اموال مردم رو بردن، دزدی مقدس اسمش بود غنیمت، تجاوز مقدس اسمش بود، عرض میکنم که کنیز، این هم جیبوری مقدس. خمس میگیریم میخوریم. آقا شما برو کار بکن صبح تا شب، یک پنجمش رو بده من بخورم، چون عمامه بستم. چون به مثل که من عمامه میبندم، عرض میکنم که یک پنجم در مال شما شریک میشه. فالسی آف سمنتیک کوستیون، یعنی مغلطه لغوی، مغلطه تعبیر لغت. و آخونده بگین آقای آزادی خواه چی میگن؟ ما آزادی خواه نمیبینیم، یک پشت دشمن در اطراف ما هست، این دشمنان ما هست، یاغی هستن اینا. این یه چیز معمول و کاملا عادی بوده، این بازی با لغت و برچسب زدن، معنی لغت رو عوض کردن، این رایج بوده. اما حالا چرا بنده دوباره برگشتم سر این داستان مغلطه لغوی؟ شبت که و دوران جنگ گفتن خب ایران یک راه آهنی داره به طرف شمال و جای استراتژیک ما کمک برسانیم به جبهه های جنگ، و آمدند و از کنن کشور ما رو گرفتند. انگلیس ها از جنوب آمدند و شوروی ها از شمال، یک تیر ما شلیک نکردیم الحمدلله، گرفتند کشور ما رو گرفتند. از همون لحظات اول که استالین وارد شد، این هواپیماهاش از این برگه های تبلیغاتی کمونیستی میریختند قبل از اینکه بمب بریزن. و سران در تهران تشکیل جلسه دادن، گفتن 6 ماه بعد از این که مخاصمات تمام شد ما کشور ایران رو ترک میکنیم و استقلال ایران رو ما محترم میداریم، تمامیت ارزش رو محترم میداریم. همه رفتن، روسا موندن، نمیرفتن، دولت تشکیل داد. قاسم محمد در کردستان، نمیدونم غلام یحیی در چیز در آذربایجان، و مغلطه جدیدی به میان افتاد و اون آذربایجان شمالی. آقا آذربایجان شمالی نداشت، قربونتونم، چه آذربایجان شمالی؟ کدوم آذربایجان شمالی؟ یکی از ایالات ایران اسمش آذربایجان بوده و همین نیست که امروز هست، میگویم آذربایجان غربی شرقی، چون اینجا رو میگفتن آذربایجان.
حاکمان عرب وقتی میخواستن استاندار بفرستن دو تا میفرستن به منطقه، یکی برای اران که اون سوی عرس بود همینجا که بهش میگن امروز آذربایجان، یکی هم برای آذربایجان. ما آذربایجان نداشتیم. به طمع این که خب اسم نمیذاریم شمالی، اسم نمیذاریم مش فتنه میکنیم، بعد میگیم که آذربایجان ها یکی شدن، شون جنوبی چسبید به شمالی، در حالی که یک مزخرف تاریخی است. هزارها جلد کتاب هست آقا.